سلام، مرد شرکاویانی هستم و اینجا چهارراه کامپیوتره و امروز لپتاپ لنوو جی 5070 اینجاست و من قراره چند تا کار کوچولو رو روش انجام بدم. خب تا اینجا بستیمش و امیدوارم که درست وصل کرده باشم و دیگه نیازی به باز کردن نباشه. هم باید دوربین رو درست وصل کرده باشم، هم پلت رو درست کرده باشم، همین که رو درست بیاریم. خب میتونم الان رویه رو ببندم، ولی از اونجایی که میگم شاید مشکل داشته باشه و تست هم نگرفتم هنوز، رویه رو نمیبندم. رویه رو میذارم آخر کار میبندم که تستم رو گرفته باشم و ببینیم. روی بستن کاری نداره دیگه، اگه اینا رو درست آورده باشیم خیلی سخت نیست رویه رو بستن، مشکلی برامون ایجاد نمیکنه. پس بریم شروع کنیم این رو بس کنیم به کف و ببینیم که تا حالا چه کار کردیم، کاری که کردیم درست بوده یا نه. من اینو وای میستونم گوشه دیوار که وای نمیسته. چیم که اینجا بست چه؟ بچه ها یادتونه این کف شکسته بود، این پایه ها؟ من این پایه ها رو دو سه بار با چسب های مختلف چسبوندم، چسب یک دو سه چسبوندم نشد، بعد اومدم با چسب یک دو سه چسبوندمش و روش چسب حرارتی ریختم. هنوزم هرز میچرخه، ولی خب فعلا فکر کنم کار ما رو جواب بده و نگه داره. اینجا باید پاور باشه، پاورش باز شده بود. اینهاش فقط پایه می اومد زیرش. خب اول پایه رو ببندیم بعد کار پاور. میبینید این که درسته، جاشو باید همینجا جا بره. من باید پایه رو ببندم. دونیم در چهار فکر کنم این هست. الان که دارم اینو میبندم بستن این فریم خیلی سخت میشه، خب تقریبا غیر ممکنه. من میخوام فقط تست تصویرمو بگیرم اول. فکر کنم که بیخیالشیم، بگیم اوکی درسته، ببندیم، اگر جواب نداد بازش بکنیم. درد سرش فکر کنم کمتر باشه، چون احتمالا جواب میده دیگه، احتمالا مشکل نداره. پس دوباره بازش میکنم. میدونید چرا؟ چون من این ورم این پایه ها من شکستگی داره، واسه همین نمیخوام دوباره اونا رو یه بار دیگه باز و بسته کنم و ریسک بیشتری بردارم. میبندمش، ایشالا که مشکل نداره. اگه مشکل داشت دیگه میذاریم تو سر خودم. خب پس اینو ببندیم. قشنگ دور تا دور رو چک کنید ببینید جایی باز نمونده باشه. هله این برا خیلی با احتیاط تر و آروم میبندم، به خاطر اینکه میدونم زیرش شکسته بوده، الان احتمال داره باز بچرخه. خب میبینید داره میشکنه. اگه اون برای نتونم ببندم بچه ها کل این کف باید عوض بشه و خب
قیمت بالایی هم داره، واسه همین نمیخوام عوضش کنیم، میخوام یه جوری ببندمش. اینو میچرخونم خیلی با احتیاط ببینم میشه کاری کرد. خب بچه ها فیلم بر ضرب و زور بود، من اینو بستمش. چه کار کردم؟ بعدم پیچه رو از قبل پیچ کردم گذاشتم روش ببینم بسته میشه یا نه، حالا تا بعدش ببینیم چی میشه. اینجا باید پاوره رو بذارم و حالا میخوام مادربورد رو ببندم. مادربوردم اینوری اینجا باید بسته میشد و اینکه بعد این باید رو قرار بگیره یا زیر. اینم باید زیر قرار بگیره، یعنی از اون بر باید قرار بگیره. پس اول اینو ببندیم. خب این که به نظر جاش درسته، فقط موضوع این که این دوتا کاپ باید وصل بشه و این که جا باتریه. میخوام ببینم این رو از کدوم بر باید جا بزنم، از این ور یا از اون ور. این شکلی، نه این شکلی باید جا بره. مثل اینکه فعلا ثابت بشه و بتونیم بریم اون بر سراغش، من یه پیچ اینجا ببندم. الان ببینید من اینو میتونم وصل کنم، اینو میتونم وصل کنم، اومده اینم میتونم وصل کنم. خب اینجا ها پیچ یه دونه هم اینجا داره. خب حالا بریم پشتون چیزایی که اون پشت هست رو وصل کنیم، بعد برگردیم این بر. نمیدونم اون گوشه درست میشه آخر کار ما رو را میندازه یا قرار اذیتمون کنه دوباره مجبوریم عوضش کنیم. خب ببینید اینم باید سیم چیز از اینجا بیاد، این سیم. خب من بس این که این برم محکم بشه یه پیچم از این بر ببندم به مادر بود. پیچه مادر بوده که میشه بست، این نمیشه هنوز بست، زیرش باید چیزی بیاد. خب
حالا باید اینو ببندیم. هارد و DVD رایتر از اون بر بسته میشه. بعد اینجا دیگه چیزی نداریم. اینا به نظر سالمه. خب اینو باید ببندیم. من این پایه رو بخوابونم. خب همونجور که میبینید من برق رو بس کردم و یه تست میخوام بگیرم ببینم که تصویر دارم یا نه. میبینید که تصویر داد، پس خیالم راحته که قفلت هم درست بسته و حالا میخوام برم دیگه بستن نهایی رو انجام بدم. اینو جدا کنیم. واسه این که این اذیت نکنه، کمتر اذیت کنه، پیچش رو الان ببینم میشه بست که این سفت بگیره اون برو یا نه. فکر کنم دیگه چیزی نداره که بخواد بهش گیر کنه. باید به هم، نه یه چیزی باید بیاد زیرش اینجا جا داره. خب هده. خب ما کارمون تمومه تقریبا. اینو توی یه حالتی که بشه بست قرار میدیم و شروع میکنیم بستن. ببینید چیزایی که باید چک کنم، اینا باید بسته باشه، این باید جا افتاده باشه که اسپیکر کار بکنه، اینا دیگه از روه و ببندیمش. این بعد جا میره، بقیهش دیگه حله. خب پیچه این برم ببندیم که یه ذره محکم بشه. ببینیم این که اشتباه بچه کنید. حالا من همه چی بسله، مونده فقط هاردوینا رو بستن، اون مشکلم حل شده. فقط میخوام که ببینم دوباره تصویر دارم یا نه. اگه تصویر دارم ببندم بقیهش رو. خب تصویر که دارم. بله. خب خدا رو شکر که اونم بسته شد. میبینید که درستم هست دیگه، تو خرج اضافه نیفتادیم بنده خدا. کابل اینجا وصله، رم رو میخواستیم ارتقا بدیم، حواسمون باشه یه رم 2 گیگ داشت و یه رم 4 گیگ. این رم 2 گیگه، من به جای رم 2 گیگش یه دونه رم 8 گیگ گرفتم واسش بذارم. اینم از رمش. خب حالا میخوایم هارد رو ارتقا بدیم، هارد و DVD رایتر. تصویر رو دارید دیگه. من پیچای هارد رو باز کنم، اینو دیگه چندین بار دیدید دیگه. این هارد باید بره توی کدی، از این طرف پیچ بشه. پیچای کدی رو نمیدونم کجا گذاشتم، تو پیداش کنم. SSD رو میخوام ببندم جاش. حواسمون باشه که این رو درست ببندیم. حواس ببینیم که چجوری بود. این اینجا قرار میگرفت یا این بر؟ این بر قرار میگرفت.
این یکی اینجا یا برعکس این شکلی. پس حالا باید هارد ما این شکلی اینجا قرار بگیره، درسته؟ خب هاردش رو بس کردم اینجا. خب اینم از فن، یه دونه دیگه هم این ور داره. خب فنش هم وصل شد بچه ها، این پیچ ها میمونه دیگه، میشه وصلش کرد. دیویدی رایترش هم درست کنیم، این در دیویدی رایترش هم باز کنیم ببریم اون بر. این کلن بدقلق ترین لپتاپیه که من تو زندگیم دارم باز میکنم. پیچه اینو ببندم، جا بذارم، بقیهشو ببندم، من برم پیچه اینو بیارم. خب من دیویدی رام هم درست کردم و اینم جا بزنیم و پیچش هم ببندیم و تمومه. دو در شیش اینا بود. دیگه فقط مونده بستن این پیچ ها و صفر کردن اینا. من یکی دو تا دونه رو برای اینکه این فقط شل نباشه می‌بندم. این دیگه اوکیه. ببندم که یکو نریزم اینجا رو به فنا بکنم.
این که وصله، وصله، اینجا وصله. ما یک کیبورد باید اینجا بهش بدیم که کیبوردمون هم وصل میکنیم. خب من فعلا میخوام تصویر بگیرم ببینم هاردمو شناسایی میکنه، قطعاتم اگه میشناسه دیگه ببندمش و شروع کنم به نصب ویندوز. لپتاپ لنوو اگه میخوایم بره تو بایوسش و باها ویندوز نیاد بالا رفت و ویندوز اصلی بیاد بالا، اگه میخوایم بره تو بایوس باید با این دکمه بغل بزنیم تا روشن بشه. میگه که برم تو بایوس یا بوت منو، بگم بایوس. خب 12 گیگ نمیدونم میبینید یا نه. خب نها کنید، 12 گیگ رم شناخته، بعد SSD مو شناخته، هاردم هم شناخته، CPU که شناخته و تقریبا مطمئنم که اوکی، همه چیز اوکیه. پس دیگه میتونم لپتاپ رو ببندم و بعدا بخوام ویندوزش رو نصب کنم. حالا که تا اینجا کیبورد رو جا زدیم، اینم از این ور میبندیم به خاطر اینکه دیگه چیزی نداره این ور. این از کیبورد برقا بکشم. تمومه دیگه، بالاخره تموم شد، شروع کنیم بستن نهایی. اینو که بخوام ببندم بچه ها، سه تا پیچ اینجا که باید از رو بسته بشه، پیچ دیگه رو نداره یادمونه، بقیه پیچ ها رو ببندیم. اینجا سه تا دونه پیچ میخواد که از رو باید ببندیم. فکر کنم سه تا پیچ اینجا هم پیچ های کوچولو بود. خب همونجور که دیدید با مشقت های فراوان تموم شد. حدودا یه هفته طول کشید تا این لپتاپ دست من بود و یه سری اتفاق افتاد که میخوام الان در موردش باهاتون صحبت کنم و بدونید اینا رو. خوبه که این مسائل رو هم شما بدونید اگه میخواید وارد این کار بشید. اولین نکته بچه ها، این اولین لپتاپی نیست که من دارم تو زندگیم باز میکنم. من بارها و بارها بالا سر افرادی که لپتاپ باز کردن وایسادم، بودم، دیدم و ازشون چیز یاد گرفتم، دیدم چه کاری دارن انجام میدم. بارها و بارها فیلم دیدم توی یوتیوب تا تونستم بفهمم اوکی چه اتفاقاتی داره میفته. به اضافه اینکه خب کلا من یه ذره فنی هستم به واسطه اینکه الان شاید لپتاپ 2-3 ساله دارم باز میکنم، ولی من 15 ساله دارم کیس میبندم و دارم کار سخت افزار انجام میدم، پس یه چیزایی میدونم ازش. پس نکته ای که میخوام بگم اینه، میتونید آیا شما همین کار رو انجام بدید؟ حتما میتونید انجام بدید. ولی آیا برم الان شروع کنم رو لپتاپ بقیه این کار رو انجام دادم؟ به هیچ عنوان. حتما حتما بارها و بارها برید تو یوتیوب فیلم ببینید، فیلم های من رو ببینید. من تو همین چند روز که این لپتاپ اینجا بود و باز بود، حالا به واسطه این که فلتش باید گیر میومد و زیرش شکسته بود و این موارد، سه تا لپتاپ دیگر رو باز کردم و اونا رو هم فیلم براتون گرفتم که اونا رو هم به ترتیب حالا منتشرشون میکنیم. همین فیلم ها رو ببینید، فیلم های خارجی ببینید،
حتما اگه یه لپتاپی رو خواستید باز کنید، قبلش برید کامل تو یوتیوب فیلمش رو ببینید که آقا چه جوری باز میشه، چه جوری نمیشه. اینا میتونه خیلی بهتون کمک کنه. و حتما حتما اولین، دومین، سومین تستاتون روی لپتاپ هایی باشه که روی یه لپتاپ خیلی قدیمی باشه، خیلی به درد نخور باشه، روی یک پروژه واقعی واسه کسی که براش لپتاپش مهمه به هیچ عنوان این کار نکنید. من اولین لپتاپی که باز کردم یه لپتاپ خیلی قدیمی بود که اصلا روشن نمیشد، تا تهش رو باز کردم ببینم چجوریه دوباره بستمش، فکر کنم یه روز یا دو روزم طول کشید. وقتی اونو انجام دادم کم کم یاد گرفتم رفتم سراغ بعدی و این تجربات رو داشتم. پس این نکته اول که خیلی خیلی حواستون به. نکته دوم این که دیدید که من اومدم لپتاپ رو فلتش رو عوض بکنم، بعد پایه این ور شکسته بود از قبل یا به واسطه اینکه حالا ما باز کردیم اتفاقی افتاد شکست، ولی من فکر نمی‌کنم به خاطر اینکه من خورده های پایه رو می‌دیدم توش که از قبل بوده، پایه شکسته بود و به این دردسر خوردیم. یه جایی رسید که دیگه گفتم که زنگ می‌زنم به طرف میگم که آقا نمیشه کاریش کرد و باید براش یه دونه کفی بخریم. قیمت کفی رو رفتم دیدم توی سایتی حدوداً 400 تومان بود. زنگ زدم به طرف گفتم آقا حدود 400 تومانی کفی واسات بخرم. دیگه گفت نمیخواستم خرج کنم و اینا. آخر گفت باشه بخر. رفتم بخرم دیدم که نه، اون مدل مشکیه رو تموم کرده، اون سایت نداره. سفیدش بود 550,000 تومان. هر سایتی هم گشتم که دوباره مشکیشو پیدا کنم پیدا نشد. آخر دیگه مجبور شدم با ترفندایی که دیدید تونستم ببندمش. پس حواستون باشه امکان داره واقعا یه لپتاپ رو باز کنید و به یه مشکلاتی بخورید که بعداً بتونه براتون دردسرزا بشه. حتما حتما با طرف تهی کنید که آقا من نمیدونم تو لپتاپ چه خبره، بازش میکنم، ولی اگه اینجور مشکلی بود دیگه خودت همین وسط مسئولی، یا من حواسمو جمع میکنم اتفاقی نیفته این موارد، ولی شاید اینجور مواردی براتون پیش بیاد و اون وقت بعد از قبل براش یه فکری کرده باشید، به اضافه اینکه اون آدم باید شما رو خوب بشناسه تا باورتون بکنه که این اتفاق افتاده. و شما هم خیلی خیلی حواستون رو جمع کنید به خاطر اینکه لپتاپ یه قطعات خیلی ریزی داره، مثل کیس کامپیوتر نیست به راحتی بتونیم تغییرش هم بدیم و یه ذره دردسرزا امکان داره واسهتون بشه. پس خیلی حواستون رو سر این قضیه جمع بکنید. و نکته سوم این که خیلی از من میپرسن که از کجا یاد گرفتی، کلاس رفتی، آیا کلاسی هست، پیشنهاد میکنید جایی بریم نریم اینا. من خودآموز یاد گرفتم با همین روشایی که گفتم، تست کردم، ویدیو دیدم تو یوتیوب و خودم یاد گرفتم و برای این کاری که من انجام میدم نیازی به هیچ کلاس دیگه ای نیست. یه ذره لازمه که فقط خودتون درگیر بشید، ویدیو ببینید و این موارد. بازم تکرار میکنم، من تعمیرکار نیستم، من الکترونیک کار نیستم و اصلا نمیدونم چه اتفاقی تو اون بورد داره میفته. اگه یه دونه آی سی خازنی یه چیزی سوخته باشه، من حتی بلد نیستم تعویض کنم و اصلا نمیدونم که کجاست و چجوری باید چکش بکنم. من فقط کامپیوتری هستم و از لحاظ سخت افزاری میدونم که سی پی یو اینجوری کار میکنه، این اینجوری عوض میشه، اینا رو میتونم سرهم بکنم و از چیزایی که یاد گرفتم بتونم این کار رو انجام بدم. ولی خب شما میتونید این کار رو برید برای خودتون بیشتر و حرفه‌ای‌تر اگه میخواید جایی یاد بگیرید. من جایی سراغ ندارم و پیشنهادم میکنم اگر نمیخواید وارد اون قضیه بشید که از لحاظ الکترونیکی کاری انجام بدید، همین کاری که گفتم رو با دیدن ویدیوهای من و ویدیوهای دیگری که توی یوتیوب هستش میتونید یاد بگیرید و ازشون استفاده بکنید. حالا که حرف از ویدیوها شد، ازتون میخوام که اگه هنوز این کانال رو سابسکرایب نکردید، اون دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله بغلش هم تپ کنید که هر زمان ویدیو جدیدی منتشر شد مطلع بشید، تشریف بیارید ویدیوهای جدید رو ببینید. این سری ویدیوهای سخت افزاری که در رابطه با لپتاپ هست رو من یه پلی لیست جداگونه هم واسهشون میسازم که هر زمان خواستید بتونید بقیه لپتاپ ها یا بقیه قطعاتی که باز میکنم و کار روش انجام میدم رو بتونید اونجا هم مشاهده بکنید. و اگر شما خوشتون اومده، مطمئن باشید دوستانتون هم خوششون میاد، برای اونا هم ارسال بکنید، به خاطر اینکه وقتی دهش میکنیم ما هم بیشتر چیز یاد میگیریم. همین کاری که من انجام میدم وقتی یه چیزی رو برای شما ویدیوشو ضبط میکنم، خودم یه عالمه چیز دارم این وسط یاد میگیرم. امیدوارم آموزش رو دوست داشته باشید، امیدوارم محتوای کانال ما خوشتون بیاد. دوره نتورک پلاس رو هم شروع کردیم، اگه دوست دارید شبکه رو هم یاد بگیرید میتونید اون دوره رو هم با من همراه بشید که لینکش هم اینجا واسهتون میذارم. مرسی، خدا نگهدار.